سید علیرضا میرجعفری رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران. بله، ساختمان برنامه سازمان نظام مهندسی برای بالا بردن کیفیت ساخت و سازها چیه؟ برنامه نظام مهندسی تقویت حضورش در عرصه نظارت ساختمان ها. ما قبلا در سال گذشته پیدا تفاهم‌نامه هایی که با شهرداری تهران بستیم قبلا از 1500 فوق بالاتر بود که هر چهار ناظر ما در ساختمان حاضر بودن، اما از آذر ماه 99 هر چهار ناظر از صفر بود، یعنی هر نوع ساخت سازی رو از پایین ترین متراژ دیگه باید از ابتدای کار حضور داشته باشه در ساختمان و در فرآیند ساخت و عملیات کنترل نظارتی خود انجام بده. درسته. و این قطعا باعث افزایش ارتقای کیفیت ساخت و ساز در کشور خواهد شد. در تهران به خصوص شما وقتی قبلا یه ساختمانی می‌خریدید، به خصوص ساختمان هایی که زیر 1500 متر هستن و اکثر مردم استفاده میکنن، ساختمان های 4 طبقه، 3 طبقه، 4 طبقه یا مثلا حد اکثر 5 بایدی یا 8 بایدی، این ساختمان هایی بود که مثلا به فرض یک ناظر عمران یا یک ناظر معمار داشت. بله. و بعضا وقتی که بهره برداری استفاده میکرد میدید مثلا لوله های تاسیسش پس از مدت کوتاهی نشت فاضلاب انجام میده یا نشت آب داره انجام میده یا لوله های یا سیستم سرمایش گرمایشیش خوب کار نمیکنه. این علتش این بود که از ابتدای کار تو این ساختمون ناظر ترسه وجود نداشتش یا سیستم برقش ایراد داشته ناظر برق وجود نداشت. الان ساختمون این ساخته میشه وقتی از ابتدای کار 4 ناظر باشن و کیفیت ساختمون قطعا بهتر میشه. درسته جناب مهندس، این درسته که از برج 9 سایت پرداخت حق و زحمه مهندسان از طرف سازمان نظام مهندسی بسته شده؟ اگر بله چرا؟ نه، تا قبل از برج 9 پرداخت هایی که مالک انجام میدادش به عنوان برای حق و زحمه ناظرا سیستم مالی در سیستم شهرداری تهران و در شرکت به اصطلاح باعث شهرداری تهران بود وجود داشت. اون سرور و اون سیستم تو 7-8 سال اخیر اتفاق افتاد که در شهرداری بودش و این مشکلاتی بر ناظران ما ایجاد کرد و از جان اصلا بلفرض بودن اگر قرار بود افزایش حق و زحمه ای بخوره یا افزایش تعرفه اعمال بشه تا میرفت تو سیستم شهرداری تا این سیستم اعمال میکرد توی پیشه های خودش طولانی میشد. درسته. رئیس اسبق سازمان تصمیم میگیره پس از 7-8 سال که این کل این سیستم رو از شهرداری تحویل بگیره و دیگه از این بعد این پرداخت از نظام تهران انجام بشه. این کار در آذر ماه انجام شد و خب به خاطر حجم انبوه پرونده های اختلالی در سامانه های سازمان نظام مهندسی تهران رخ داد که سازمان نتونست و زیر ساخت های ما نتونست اون حجم اطلاعات رو پردازش کنه، به سرعت بیاره و پرداخت انجام بده. به خاطر همین 2 ماه و 3 ماه توقف انجام شد. ولی امروز که با شما صحبت میکنم این چون دوره ریاست ما هم 3 ماه پیش آغاز شد 21 دی ماه و از اون به بعد تلاش ویژه انجام گرفت، تو این 3 ماه 77,000 پرداخت انجام شد و کل اون انباشتهای قبلی مشکلش رفع شده و امروز که من دارم با شما صحبت میکنم تقریبا میشه گفتش که بیش از 99% این قضیه انجام شد. بله بله. مشخصا چه موارد و استانداردهایی در شناسنامه فنی ملکی ساختمان درج شده؟ شناسنامه فنی ملکی در واقع اطلاعات ساختمان رو درج میکنه. شما اینکه لوله شما استاندارد هست، یعنی اینکه تستای لازم انجام شده، اینکه ساختمانتون اسکلتش بتونیه یا فلزیه، اینکه نمای معماری به چه شکل هست، اینکه چه نوع سنگی به کار رفته و تمام اینها اطلاعاتی که در شناسنامه ملکی یک ساختمان هست درج میشه. چند طبقه هستش، این نوع پیش به چه صورتش، نوع سقفش تیرچه بلوکه یا دال بتونیه یا ترکیبی مرکب، دیوار حائلش به چه شکل، آزمایش مکانیکی خاک داره نداره، آزمایش جوش به چه شکل انجام شده، سیستم مقاومت های قابش چطوره، قاب خمیری داره، قاب دیوارهای باربر داره، نوع شیشهش تک جدار است، دو جدار است، انعکاسیه، آیه های رطوبتیش به چه شکله و اصلا ناظرهاش چه کسانی بودن، طراحش چه کسانی بوده، تلفنش چیه، شماره پروانه‌اش چیه، نوع سیم کشیش به چه شکل هست، سیستم صوتیش به چه شکل، سیستم تلفنش، آیفونش به چه شکل، سیستم اعلام حریقش آیا استاندارد هستش نیستش، به چه شکل اجرا شده سیستم. درست. مدار و تقریبا میشه گفت شناسنامه فنی ملکی یک شناسنامه، یک کل هویت یک ساختمانه و به نظر من قطعا در آینده ساختمانی که دارای شناسنامه فنی ملکی باشه
قطعا مورد استقبال بیشتری توسط خریدار قرار میگیره و کیفیت قطع به یقین بهتری از ساختمان قابل شناسا هست. درسته، ولی خب متاسفانه برای همه ساختمان ها اجرایی نشده. فکر کنید از کی قراره که این اتفاق بیفته؟ من توی 2 سال اخیر به شدت نظام تهران داره اجرا میکنه و این سال هم که به شدت در حال اجرا شد کل ساختمان هایی داره موجودی صلاحات داره اجرا میشه. درسته. به حال شناسا فنی ملکی هویت اصلی سازمان زمان سوسان تهران. درسته. خیلی متشکرم جناب مهندس، خیلی محبت کردین. قربان شما، روزتون بخیر. خدا نگهدارتون.